الان سه روزه که اعلام شده نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیده ها به وزارت کشور و به خود کاندیده ها ابلاغ شده تا فردا هم به رد صلاحیت شده ها مهلت اعتراض قانونی دادند در این میان شاهد بالا گرفتن کشمکش در رسانه های باندی هستیم برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران سلام کنم خدمت شما ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید من هم سلام دارم به شما و سلام دارم به دوستان و همراهان برنامه به ویژه های شورشی خب سوال اینه که چرا نتیج رو برای اطلاع عموم نمیانند منتشر کنند و همچنان در مورد این رد صلاحیت شده ها بحث هایی هست این صحنه که شما توصیف کردید در واقع حاکی از اینه که یک مشکلی در درون رژیم هست چه اونهایی که خودشون اعلام کردن ما رد صلاحیت شدیم چه اونهایی که نکردن اینها اونهایی که نکردن میخوان یک جوری جای چونه بذارن برن پشت صحنه یک جوری به کنار بیان با هم دیگه معامله بکنن اونایی هم که اعلام کردن رد صلاحیت شدن امسال آخوند علوی اینا در واقع قطعی هستن که دیگه جای چونه نداره اومدن اعلام کردن تا این نوع اعلامشون یک نیشی باشه به تمام این نمایش انتخابات آخه یک کسی مثل آخوند علوی که هشت سال وزیر اطلاعات بوده وقتی میان اینا رد میکنین رد صلاحیت میکنین کسی که همین الان هم عضو خبرگان ارتجاعه این بالاخره تو اون هشت سالی که وزیر اطلاعات شما بود ده ها صد ها هزار جنایت خودم دونه چقدر انجام داده اون موقع ریزشی بود یا نبود اگه بود که این چه نظامیه که چنین وزیری داره اگه نبود تازگی ها دوچار ریزه شده که رد صلاحیتش کردید که خب این یک به قول مردم خاک برسریه برای نظام این چه وضعیه یا اون یکی علیرضا بیگی سالها تو استانهای مختلف سرکرده نیروی انتظامی بوده معاون قالیباف بوده زمانی که قیام دانشجویان رو سرکوب میکردن 88 یه همچین کسی بوده این اینم رد صلاحیتش میکنیم بالاخره صحنه از چه قراره در واقع برای جمع کردن همین موضوع خود خامنه ای تالا سه بار اومده صحنه بله هر بار هم که اومده اول تلاش کرده یک جست انتخاباتی بگیره که بله همه سلاحق بیان شرکت کنن باید نماینده داشته باشن از این حرفا ولی بلا فاصله مجبور شده بیاد تاکید بکنه که ولی یه عده دارن دل سرد میکنن نگفته کیا دارن دل سرد میکنن چرا دارن دل سرد میکنن این دفعه آخری هم که اومد دیگه قشنگ آب پاکی ریخ رو هر کسی که باش مخالفه گفت هر گونه مخالفتی با این داستان مخالفت با اسلامه و جمهوری اسلامی حالا دلیل این وضعیت چیه؟ این کاری که خامنه ای داره میکنه به نظرم دلیلش اینه که این دعوای قدرت و قدرتی که بین باندهاش حاکمه نمیخواد این را یه عده بیان بکشونن به صحنه انتخابات و ورود به مجلس ارتجا چون فلواقع برای این موضوع اوضاش به هم است یک به هم ریختگی اساسی داره خب اینکه میگید به هم ریختگی دقیقاً موضوع این به هم ریختگی چیه و ریشه هاش به چی برمیگرده این به هم ریختگی به نظرم دقیقا در رأس خود رژیم در خود خامنه ایه وقتی آخر تو میای اعلام میکنی که همه بیان خب باشه همه بیان ولی چرا داری میگی یه عده در سرد میکنن چرا اجازه نمیده یکی حتی یه دونه نق بزنه خب این که اون همه بیان تا خراب میکنه باطل میکنه چرا اینجوری به نل و بمیخ میزنه این به و بمیخ زدن ها حاکی از اینه که یک به قول مردم موشی تو حرف است این موش چیه؟ این موش اینه که نمیخواد دست از این وضعیت انقبازی که توش هست در واقع بکشه و در واقع یک مهره هایی میخواد به همین جنایتکاری رئیسی اینه که نمیتونه اصلا یک ذره کوتاه بیاد ریشش در واقع توی همین جاست یعنی توی همین مسیر خالص سازیه که نمیتونه دست بکشه برای حالا فرض کنیم یکم اینا عقب کشیدند خب چه اتفاقی میفته با کمی عقب نشینی ببینید بحث سر عقب نشینی به خاطر این یا اون نیست درد بیدرمان خامنه برای این بسات خالصازی که همین جوری داره میترشه و میخراشه از بدنه نظام و کسایی مثل نمیدونم لاریجانی یا دور ریخته الان میخواد برسه به قالیباف اینا رو داره دور میرزه صورت مسئلهش اساسی تر از این حرف صورت مسئله یک دشمن بزرگ هشتاد میلیونیه به نام ملت ایران که از سال 96 تا الان تو قیام 1401 ضرب شست اینا رو دیده به رغم تمام سرکوبگری ها به رغم تمام جنایتکاریاش به رغم بالا بردن اون همه اعدام نتونسته شعله های اون رو خاموش کنه شما نگاه کنید چقدر گرفت کشت بست ولی اون چه که گسترده شده چیه آتش کانون های شورشیه در صحنه خب این صحنه پیام مشخصی براش داره این صحنه داره بهش میگه که ببین جای یک ذره شکاف نیست پاسدار سلامی میگفت یک شکاف تمام صد میشکنه. بله در واقع این به معنی این نیست که اون عناصر هست شده کم جنایت کردن مگه آخون علوی کم جنایت کرده مگه امثال عریزو بیگی کم جنایت کردن مگه امسال نقوی حسینی که سالها رئیس کمیسیون امنیت مجلس بود این قبلش سالها معاون پاسدار قاسم سلیمانی تو نیروی تروریستی قدس بود اینا مگه کم جنایت کردن کم نکردن ولی الان یک جنایتکار بیشکافی میخواد مثل خود رئیسی به این دلیل که اساسا نمیتونه یک ذره عقب بشینه به خاطر اینکه واقعا درست تشخیص داده نبض جامعه تو دستشه کوچکترین شکاف و عقب نشینی همان و انفجار خشم اجتماعی زیر آتش حمایت های شورشی هم همان بله تشکر از حضورتون و همه توضیحاتی که دادید خواهش